کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران، قسمت 21. هرچه به تاریخ برگزاری مراسم نزدیکتر می شدیم، خستگی بیشتری احساس می کردم. زیرا با این فعالیت‌ها به برنامه‌های روزانه‌ام که در مواقع عادی هم مهلت نفس کشیدن به من نمی‌داد افسوده می‌شد. به همین جهت خیلی لاغر شده بودم و پادشاه با شوخی و مهربانی به من می‌گفت: تو مخصوصاً خودتو لاغر کردی که روز تاجگذاری گونه‌هات برجسته‌تر جلوه کنند. او خوب می‌دانست که من دیگر آن صورت گرد و لب‌های پر دختر جوانی را که 8 سال پیش با او ازدواج کرده بود دوست نداشتم. صبح 4 آبان، روز تاجگذاری، خیابان‌های مسیر مملو از جمعیتی انبوه با لباس‌های رنگارنگ بود. روزی آفتابی و زیبا بود. با دیدن ما جمعیت با شادی ابراز احساسات می‌کرد. جاوید شاه، زنده باد شهبانو. من از درون کالسکه 8 اسبه‌ای که به زمانی دیگر تعلق داشت به چهره مردم نگاه می کردم. نور و شادی در فضا موج می زد. هموطنانم از همون روز نخست محبت خود را به من نشان داده بودند، اما اکنون ما یکدیگر را می شناختیم و من امیدوار بودم با فعالیت هایم توانسته باشم به نوبه خود به محبت آنان پاسخ گویم. به هر حال پیوندی واقعی میان آنها و من ایجاد شده بود. شهبانو تا به حال فعالیت بسیاری داشته و باز هم به این فعالیت‌ها ادامه خواهد داد، زیرا راه درازی در پیشه. و من دیگر بار با خوشبختی این جمله پادشاه را به یاد می‌آورم. آری، راه درازی در پیش بود، اما ما متکی به اعتماد مردم زمان کافی و پشتکار لازم را برای ادامه راه داشتیم. در طول مسیر که از میان شهر می گذشت با شادی، خنده و گلفشانی مردم مواجه بودیم. ولیعهد در کالسکه خود، در حالی که تیمسار محسن هاشمی نژاد فرمانده گارد شاهنشاهی او را همراهی می کرد، به دنبال ما در حرکت بود و مردم با دیدن او با شور و شوق بسیار ابراز احساسات می کردند. او نصایح مرا در گوش داشت، با متانت به احساسات مردم پاسخ می داد و با حوصله همه حرکات لازم را تکرار می کرد. اما من در تمام مدت نگران بودم، زیرا صبح با سرماخوردگی و تب مختصری از خواب بیدار شده بود. او نخستین کسی بود که در برابر دوربین های عکاسانی که از 4 سوی جهان آمده بودند وارد کاخ مجلل گلستان شد. متانت بسیار از خود نشان داد، به طوری که روزنامه‌های جهان او را ستاره این مراسم لقب دادند. چند روز بعد هنگامی که فیلم مراسم را نگاه می‌کردم، با دیدن رفتار او بی اختیار اشک ریختم. ورود من و سپس پادشاه به تالار نیز طبق برنامه انجام گرفت. لحظه ای توانستم به لبخند کودکانه فرحناز عزیزم که میان افراد خانواده در طرف راست تخت ایستاده بود جواب دهم. نظر به اینکه همسرم مایل بود این مراسم جنبه ای کاملا ایرانی داشته باشد، پادشاهان و رؤسای دول دعوت نشده بودند و فقط شاهزاده کریم آقا خان و بیگم ام حبیبه به خاطر پیوندهای عاطفی و تاریخی میان ما در مراسم حضور داشتند. رابطه ما با آقا خان و همسرش در دوران تبعید نیز ادامه یافت. اما بدیهی است که سفرای همه کشورهایی که با ما رابطه سیاسی داشتند جزء مدعوین بودند. ملکه مادر نخواست در مراسم حضور داشته باشد. به همین جهت شایع شده بود که ایشان درگذشتند و ما قصد پنهان کردن این خبر را داریم. در حالی که ملکه مادر اصولاً در مراسم رسمی شرکت نمی کردند. مراسم با صدای شیپورها آغاز شد. نخست امام جمعه دعا خواند و پس از آن قرآن را به دست پادشاه داد و او آن را بوسید. آنگاه لباسهای سلطنتی را که رضا شاه در تاجگذاری خود از آن استفاده کرده بود به تالار آوردند. پادشاه شنل را بر دوش انداخت و شمشیر را بر کمر بست.
سپس تاج را به حضورش آوردند. پادشاه آن را با دو دست محکم گرفته بر سر خود نهاد. همزمان با این مراسم صدای غرش توپ‌ها به گوش می رسید. لحظه بعد پادشاه بر تخت سلطنت نشست و با اعتقادی راسخ شروع به خواندن متن نطقی نمود که امروز پس از گذشت سالها و رنج و مهنتی که ملت ایران تحمل کرده است بازتابی غم‌انگیز دارد. از خداوند سپاسگزارم که به من فرصت داد تا جایی که در قدرت من بود به مملکت و ملتم خدمت کنم. از خداوند می‌خواهم که قدرت ادامه آنچه را که تا کنون انجام دادم به من اعطا فرماید. شرف و افتخار ملت و کشورم تنها هدف زندگی من است. من تنها یک امید دارم و آن حفظ استقلال، حاکمیت ایران و پیشرفت مردم ایران است و برای رسیدن به این هدف آمادم تا در صورت لزوم جان خود را فدا کنم. باشد که خداوند توانا به من فرصت دهد کشوری خوشبخت و جامعه‌ای آبادان به نسل‌های بعد تحویل دهم و پسرم ولیعهد نیز در به انجام رساندن این بار سنگین تحت توجهات باری تعالی موفق گردد. سپس نوبت به من رسید. در مقابل پادشاه زانو زدم و هنگامی که او تاج را بر سرم می نهاد گویی تاجی بود که بر سر همه زنان ایرانی گذاشته می شد. در حالی که حتی تا 4 سال پیش قوانین ایران زنان و عقب ماندگان ذهنی را در یک ردیف قرار می داد و ما حتی از حقوق ابتدایی انتخاب نمایندگان مجلس نیز بی بهره بودیم، تاجگذاری من خفتی را که زنان در طول قرنها تحمل کرده بودند جبران می کرد و نیرومندتر از هر قانونی با صدای رسا برابری زن و مرد را اعلام می کرد. من خواستار قدرت بیشتری نبودم و فردای روز تاجگذاری نیز خود را متفاوت با روزهای قبل حس نکردم. اصلاً این در طبیعت من نیست. قدرت تا آنجا برایم ارزش داشت که بتوانم با فعالیت خود وضع ایرانیان را بهبود بخشم. به یاد دارم که در پایان فیلمی که یک خبرنگار آمریکایی از من برداشته بود این جمله به چشم می‌خورد: او به این دنیا تعلق ندارد. من آنچنان سرگرم فعالیت‌های خود بودم که در آن لحظه به درستی متوجه گفته او نشدم و فقط سالهای بعد در تبعید هنگامی که بعضی‌ها خواستند نقش مرا دگرگون کرد و به عنوان زنی عاشق قدرت معرفی نمایند به این مطلب پی بردم. شاید جستجوی قدرت و ثروت امری طبیعی باشد، اما من یک لحظه نیز به این موضوع فکر نکرده و نمی‌کنم. 1.5 سال قبل از این روز تاریخی در 8 اردیبهشت ماه 1345 علی رضا به دنیا آمد و من آن روز در دفترچه کودکی او نوشتم شباهت بسیار به پدر دارد و پوستی روشن خواهد داشت. خداوند ما را از رحمت بیکرانش برخوردار کرده بود. بعد از رضا که مسئولیت‌های خود آگاهی داشت و پسری جدی بود و بعد از فرهناز احساساتی و سخاوتمند که به حل مشکلات مستمندان توجه داشت و ساعات طولانی در طبیعت به نوازش حیوانات می پرداخت، خداوند به ما پسری پرتحرک و بازیگوش ارزانی داشته بود. بدیهی است که در ابتدای تولد او از این خصوصیات او بی خبر بودیم و در طول زمان به آن پی بردیم. برخلاف فرهناز که خیلی زود با کلمات خاص خود زبان باز کرده بود، علیرضا دیر به حرف آمد. اما همین که تصمیم به سخن گفتن گرفت، گفتارش بدون نقص و توأم با طنزی بود که همواره ما را به خنده می انداخت. یک روز صبح که برای رفتن به باغ عجله داشت و مرا وادار به لباس پوشیدن می کرد گفت: زود باش، مردم میگن این چه جور ملکه‌ایه که با لباس خواب میگرده. یک روز دیگر موقعی که مشغول نهار خوردن بود و ما سر همان میز به صحبت نشسته بودیم، یکی از خیشانم سیب زمینی سرخ کرده ای از بشقاب او برداشته به دهان گذاشت. علیرضا رو به پیش خدمت کرده گفت: خواهش میکنم برای ژاله خانم یه چنگال بیار. در آن زمان به زحمت 3 سال داشت و مایل بود که همه او را مانند مربیش توتون صدا بزنند و یا خلبان، زیرا آرزویش هدایت هواپیماهای شکاری فانتوم بود.
توتون، تو بچه خیلی شیطونی هستی. در جواب می گفت نه خیر، من خلبانم. در آن سالها هیپیگری رواج داشت. یک شب که پرستارش می خواست او را حمام کند، شنیدم که می گفت نمی خوام حموم کنم، نمی خوام، می خوام یه هیپی کثیف باشم. یک روز دیگر هنگام صرف شام، ناگهان از علاقش به عشق آزاد صحبت کرد. چند ماه بعد وارد کودکستان رازی شد، همان مدرسه‌ای که من دیپلم متوسطه‌ام را از آنجا گرفته بودم. ولی در این مدت مدرسه توسعه پیدا کرده و در ساختمان‌های جدیدی در شمال شهر تهران مستقر شده بود. توسعه مدرسه خصوصاً در جهت پذیرش شاگردان دوره‌های پایین انجام گرفته بود. علیرضا برخلاف خواهر و برادر بزرگش که بعد از کودکستان مجبور به ادامه تحصیل در مدرسه کاخ شده بودند، از این فرصت استفاده کرد و به مدرسه رازی رفت. روز اول آنچنان از رفتن به مدرسه خوشحال بود که کمترین میلی به بازگشت نداشت و از راننده که به دنبال او رفته بود خواست که بدون او بازگردد. معلمش او را بسیار دوست می داشت، اما گاهی نمی توانست از عهده او برآید و موقعیت جدی خود را حفظ کند. علیرضا حس ابتکار داشت و بسیار شوخ طبع بود. روزی نزدیک بود کار به جای باریکی بکشد. او در جواب معلمش که برای صدومین بار سرزنشش میکرد گفته بود کله خر. علیرضا تنبیه میشی، برو اون گوشه وایسا. به مامانم میگم. بسیار فکر خوبیست، همین از صاحب او تلفن میکنم. این داستانهای بچگانه پادشاه و مرا سرگرم میکرد. ما در لحظات نادر تنهایی داستانهای او را تعریف میکردیم و من میدیدم که به طرز معجز آسایی چهره همسرم میشه گفت. همانطور که قبلا نیز متذکر شدم، او عاشق این بود که بعد از ظهرها به هنگام ورزش بچه ها در کنارش باشند. آنها با هم پرحرفی میکردند، میخندیدند و غالبا کار به هیاهو میکشید. علیرضا بر دوش پدر اسب سواری میکرد و خواهر و برادرش بالش ها را به سوی آنها پرتاب میکردند و این بازی پرسر و صدا ربع ساعتی به طول میانجامید. عبدالمجید مجیدی یکی از وزرا برایم تعریف کرد که یک روز بعد از ظهر در حین ملاقات با پادشاه متوجه شد که نگاه او به طرف دری که به صدا درآمد جلب شد. اعلیحضرت دیگه به من گوش نمیدادن، بنابراین سکوت اختیار کردم. منتظر موندم که بار دیگه متوجه حضور من بشن، اما یهو دیدم که لبخند به لب دارن و انگار فرسنگ ها از موضوع مورد مذاکره دور هستن. من نگاه کردم طرف در، دیدم بالا حضرت فرحناز در میان دو لنگه در ایستادن و منتظر پدرشون بودن که اون رو به سوی خودشون صدا کنن. آنچنان مهر و محبتی میان اون دو نفر وجود داشت که من ترجیح دادم با احتیاط از اتاق خارج شدم. بچه ها به نفوذی که بر پدر داشتند آگاه بودند و او نیز به نوبه خود قادر بود با چند جمله آنها را خوشحال کند و رابطه ای را که به خاطر ساعات دراز کار و یا سفرهای رسمی قطع می شد دیگر بار برقرار نماید. بعضی اوقات به او می گفتم تو هم من بهتر با بچه ها کنار می آید. و این ارتباط آنچنان بود که وقتی قبل از رفتن به میهمانی های رسمی برای بوسیدن بچه ها به سراغشان می رفتیم، به محض دیدن پادشاه شور و هیجانی به پا می شد که دیگر پرستاران از عهدیان ها بر نمی آمدند. در دقایقی که او با بچه ها به سر می برد، تمام مقررات انضباطی به ناگهان لغو می شد. به یاد دارم که یک بار علیرضا که به اجبار و اصرار پرستارش مشغول خوردن اسفناج بود، به محض دیدن پادشاه با خنده آن را توف کرد. این کار او نادرست بود و من مجبور شدم خانم‌هایی را که تربیت بچه‌ها را بر عهده داشتند و از این عمل علیرضا ناراحت شده بودند دلداری دهم. اما در این حال از اینکه میان بچه‌ها و پدرشان چنین پیوندی وجود داشت در دل خوشنود بودم و آن را نوعی رحمت الهی می‌شمردم. همسرم معتقد بود که مربیان باید جدی باشند، ولی هیچ گونه بی‌عدالتی و خشونتی را تحمل نمی‌کرد. به یاد دارم که یک بار از دیدن فرحناز که در اتاقی حبس شده گریه می‌کرد، به شدت عصبانی شد. من در دفتر کارم بودم که پادشاه در حالی که فرحناز در آغوشش بود وارد شد.
این پرستار رو باید فوراً اخراج کنی. او می توانست قبول کند که در مقابل شیطنت های علیرضا انسان از کوره در برود، اما بی عدالتی را نمی پذیرفت. فرهناز به قدری به دیگران محبت داشت که اندوه او برای پادشاه غیر قابل تحمل بود. او با هر یک از بچه ها رابطه خاص داشت. عشق به طبیعت و حالات پسرانه فرهناز پادشاه را مسحور می کرد. در سن بالاتر فرهناز علاقه داشت با موتور از پله های کاخ بالا برود و این امر مأمورین تشریفات را که نگران آسایش پادشاه بودند به زحمت می انداخت. اما او لبخند زنان از دفتر خود بیرون می آمد و طبق معمول می گفت ولش کنید، و چند لحظه بعد به تماشای حرکات آکروباتیک او می ایستاد. در رابطه با پسرها از اینکه مشاهده می کرد آنها نیز مانند او به اتومبیل و هواپیما علاقه مندند در نهان احساس رضایت می کرد. به رضا نگاه کن، هنوز مچ دستش از شست من به زحمت بزرگتره، اما راننده قابلیه. بعدها با لیلا فرزند چهارم من درباره بیابی و خشکسالی که همواره فکر او را به خود مشغول می داشت صحبت می کرد. هنگام بوسه قبل از خواب بارها به او می گفت لیلا جون دعا کن بارون بیاد. بیابی برای کشاورزی مملکت فاجعه‌ای به حساب می آمد. لیلا کوچولوی من که دیگر در میان ما نیست غالبا می گفت من از دیدن آسمون ابری خوشحال می شم، و من با خود می گفتم لیلا عشق به باران را از پدر به ارث برده است. Thank you.